زنی مرده چشمش را باز کرد. صدایی که در بالای سر مرحومه یا خود چشم گرسنه غسال. السلام علیکم تماشابینان عزیز و حواداران شبکه کاروان عمر. از شما احترامانه خواهش میکنم که قصه ما را تا آخر خوب گوش کنید. قصه امروزه همان درباره گشنه چشم. زن چنین نقل کرد: روز به یک جا برای جنازه زنی که از دنیا گذشته بود برای به نزد خدا روان کردن مرحومه را به جنازه اش رفتم. غسال برای وظیفه خودش را انجام دادن به پس گذاشته همه را در انتظاری مانده است. مردها برای روز جمعه بودنش، هر یک وقت غنیمت بودنش و زودتر آماده کردن مرحومه را گفتند. سبب: اگر به نماز جمعه برارند، ثوابش کلان بودنش و بسیاری دعا کردنشان را هم می‌خواستند. بعد نزد دختران مرحومه رفتم، پرسیدم: دخترم چی شد؟ تنجی هست؟ گفتم. دختر مرحومه جواب داده: یک چشم مادرم باز است و پوشیده نمی شود. گفته جواب داد: و این زنی غسال باشد؟ چله طلا یک چشمه پوشیده استاده است. من در حیرت ماندم. در همین وقت دختر بیچاره چله دست خودش را که طلا بود، من خاله جان بگیرید. اکنون چشم مادرم پوشیده می شود؟ گفته پرسید. در همین وقت معجزه رخ داده، دو چشم مرحومه باز شد. به نظرم گویا که مادرم می گفت: دخترم، چله ای که من به تو داده بودم، یگانه خاطره ای که من بر تو داده بودم، چرا بر او دادی؟ خودت بیوه بیچاره باشی، باز سه فرزند یتیم داشته باشی. گفتگی بر این به نظرم می رسید. اما زنی غسال باشد، وای ببینید دو چشمش هم باز شده است. کو باز چله پرسیده استاده است؟ گفت شرم نکرده. از سخنان غسال عصبم ویران شد، اما به خاطر جنازه بودنش خود را داشتم و چیزی بر این زنی غسال نگفتم. و باز این دختری بیچاره $100 از کجای پیدا کرد و از کسی قرض گرفت و آورده و زنی غسال گفت: افجان، بجای همین انگشترین همین پول را گیرید. گفت زنی غسال باشد: ای دخترم، به همین پولت انگشترین میدهد می؟ آخر این کم از کو؟ گفت دخترک باشد. زود نزدی برادر کلانی اش رفته باز $100 دیگر گرفت و به نزد این زنی غسال آورد. در همین وقت چهره غسال کشاده شد، خاطر جمع شده. ها انا اکنون چشمانش محکم می شود و مرحومه را می شویم. گفت و کارش را شروع کرد. خدا را شکر که مرحومه را در وقتش به خانه آخرت گذاشتیم و در حقش دعا کردیم و همین طور یک خاطره از همان جنازه بر من ماند و من کدام روز و کدام ماه بودنش را در خاطر دارم. می گوید از ایجاد فیروزه آتینای، شاعره خلقی ازبکستان. البته دوستان عزیز، چنین واقعه ها حتی بسیاری می شوند که شاعر و شاعره ها می نویسند. سلامت باشید.